بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، شاگردان عزیز و نازنینم سلام. امیدوار هستم که خوب و خوش، صحتمند و پر انرژی باشید. و فاطمه رضوانی، استاد مضمون بیولوژی شما هستم. دوستان نازنین، ما به ادامه مباحث گذشته خود که فصل چهارم از بیولوژی صنف 12 را شروع کرده بودیم، در مورد هورمون ها گپ زده بودیم. از اینکه هورمون ها پیام رسان های کیمیایی هستند گفتیم و گفتیم که از یک تعداد غده های مخصوصی هورمون ها یا پیام رسان های کیمیایی افراز میشن که این غده ها را به نام غده های اندوکراین یاد کردیم. گفتیم که هورمون ها بالای حجرات مخصوصی که آخذه های مخصوص او پیام رسان ها را داشته باشن تأثیر میکنن و نام او حجرات را حجرات هدف مانده بودیم. در مورد غده های اندوکراین انواعشان گپ زدیم. گفتیم غده های اندوکراین در سراسر بدن پراکنده هستند و دو غده بسیار مخصوصی که تقریبا منشأ غدوات دیگر هم میسازن را براتون نام بردیم که شامل هایپوتالاموس و غده نخامیه میشه. دوستان نازنینم، امروز میخواهیم در مورد ساختمان هایپوتالاموس، ای که هایپوتالاموس چه وظایفی را داره و وظایف خود را به چه صورت پیش میبره گپ بزنیم و همچنان در مورد غده نخامیه میخوانیم، در مورد ساختمانش ای که از کدام بخش های کدام اجزا ساخته شده و چه هورمون هایی را افراز میکنه. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشین. امروز معلومات بسیار جالبی را برای شما ارائه میکنیم که به دردتان میخوره. معلومات بسیار زیادی را در مورد چگونگی هماهنگی ها، چگونگی فعالیت ها در بدن ما میفهمین. پس دوستان نازنین، بریم به طرف سلاید ها. شما در این تصویر غده نخامیه را مشاهده میکنید. غده نخامیه شکلش بسیار کوچک است، به اندازه یک دانه نخود هست. شما دانه نخود را حتما دیدین یا نه؟ بله حتما. به همون اندازه غده نخامیه تان در داخل مغز قرار داره، اما با وجود جسامت بسیار کوچکش وظایف بسیار مهمی را در داخل بدن ما انجام میده. غده نخامیه از دو لوب یا دو بخش ساخته شده، لوب پیشرویی و لوب پشت سری در خود غده نخامیه قرار داره. البته در وقت طفولیت یک قسمت اضافی به نام قسمت وسطی هم در لوب نخامیه قرار داره و به صورت عموم غده نخامیه را میگن در زمان طفولیت سه قسمت داره یا سه بخش: قسمت پیشرویی، قسمت وسطی و قسمت پشت سری یا قسمت عقبی هست. اما این قسمت وسطی با کلان شدن فرد وقتی به دوران بلوغ میرسه از بین میره و ممکن است تنها اثر او قسمت در غده نخامیه دیده شود. اما به صورت عموم دو قسمت پیشرویی و پشت سری در غده نخامیه بسیار مهم است. غده نخامیه قسمت پیشرویش هورمون های بسیار زیادی را افراز میکنه که این هورمون ها میرن بالای غده های دیگه در سیستم اندوکراین تاثیر میکنن و اونها را تنبیه میکنن یا تحریک میکنن تا هورمون های دیگر را افراز کنه. به همین خاطر غده نخامیه را به نام غده کار فرما هم یاد میکنن. چرا به نام غده کارفرما میگن؟ به خاطری که خود یک غده منشأ هست، یک غده مادری هست که غده های دیگر را تحریک میکنه که شما هم هورمون را افراز کنین، یعنی به غده های دیگر دستور میده. و همین خاطر غده نخامیه را میگن یک غده کارفرما هست، باعث به کار انداختن غده های دیگر در سیستم اندوکراین به صورت عموم در بدن ما میشه. قسمت پشت سری یا قسمت عقبی در غده نخامیه دوستای نازنینم خودش اکسون هایی که از هایپوتالاموس میایه را در بر میگیره. پس قسمت پشت سری خودش هورمون را افراز نمیکنه، بلکه ما گفتیم که غده نخامیه در زیر یک ساختمان دیگه قرار داره که به نام هایپوتالاموس یاد میشد. در ویدیوی گذشته ما براتون نشان دادیم که تالاموس چی بود، هایپوتالاموس چی بود و در زیر هایپوتالاموس گفته بودیم که غده نخامیه قرار داره. غده نخامیه ای که در زیر هایپوتالاموس هست، نیورون هایی که در هایپوتالاموس قرار داره اکسون هایشان طویل است و می
میتونه که تا قسمت عقبی غده نخامیه برسه و هورمون هایی که به وسیله حجرات عصبی در هایپوتالاموس تولید میشه او در میایند قسمت عقبی نخامیه ذخیره میشن. پس قسمت عقبی به حیث یک ذخیرگاه هورمون عمل میکنه و در وقت ضرورت بدن او هورمون ها را آزاد میکنه. پس دوستان نادانی شما تصویر غده نخامیه و یکی از دو لوب ساخته شده بود را دیدین. حال میریم به طرف تخته و همراه یکدیگه میخوانیم که هر دو قسمت یا هر دو لوب عقبی و پیش رویی غده نخامیه کدام نوع هورمون ها را افراز میکنن و داخل خون آزاد میسازن. پس دوستای نازنین نوشته میکنیم غده نخامیه و گفتیم که غده نخامیه در زیر یک ساختمان مخصوصی به نام هایپوتالاموس قرار داشت. غده نخامیه از چند بخش ساخته شده بود؟ آفرین به تمامتان، از دو قسمت یا دو بخش ساخته شده. قسمت پیش روی یا جلوی پیش روی و قسمت عقبی غده نخامیه هست. دوستان نازنینم، قسمت پیش روی غده نخامیه خودشان چندین نوع هورمون را میتونن افراز کنن و این هورمون ها هر کدام میرن بالای غده های دیگه در سیستم اندوکراین عمل میکنن، او غده ها را هم تحریک میکنن یا مجبور میسازن که باز هم هورمون را افراز کنه. بیاین نوشته کنیم که این هورمون ها کدام هورمون ها هستن. یا اولین نوع هورمون به نام گراوت هورمون یاد میشه یا هورمون رشد هست. این هورمون باعث چی میشه؟ هورمون رشد باعث میشه که بدن ما را، عضلات، انساج مختلف، قسمت های مختلف بدن، غضروف ها، استخوان ها، قسمت های مختلف را تحریک کنه، باعث انکشافشان شوه. هورمون دیگه ای که ما داریم به نام هورمون ادرینو کورتیکو تروپیک هورمون یاد میشه. این هورمون خودش میره بالای غده فوق الکلیه اثر میکنه. بالای غده فوق الکلیه تاثیر میمونه، باعث میشه که خود غده فوق الکلیه چندین نوع هورمون مختلف را آزاد بسازه که باز ما در بخش مربوطش در این باره گپ میزنیم. هورمون دیگه ای که داریم به نام هورمون تایروید استیمولیتینگ هورمون یا TSH یاد میشه که خود این هورمون میره بالای غده تایروید عمل میکنه. شما میبینین گفتیم که غده نخامیه یک غده کارفرما هست. حالی دیگه کاملا فهمیدیم که چرا نام این غده را کارفرما مانده. ببینین هورمون هایی که آزاد میکنه، تمام این هورمون ها خودشان میرن غده های دیگه را تنبیه میکنن، مجبور میسازن که تمام اون غده های دیگه باز هم خودشان هورمون های دیگه را افراز کنن، داخل خون بسازن تا بتونن وظیفه خود را انجام بدن. بجز از TSH هورمون های دیگه هست مثل فولیکولار استیمولیتینگ هورمون یا لوتینایزینگ هورمون دوستان نازنین که این هورمون ها باعث انکشاف گمیت های مذکر، مؤنث، گمیت های جنسی، هورمون های جنسی در جنس مؤنث و جنس مذکر میشن و این دو هورمون هست که مسائل جنسی را در انسان ها به پیش میبرن. و یک نوع هورمون دیگه هم از قسمت پیش روی غده نخامیه ما آزاد میشه که به نام هورمون پرولاکتین یاد میشه. به نام هورمون پرولاکتین یاد میشه دوستای نازنینه و این هورمون انکشاف غدوات شیری را در جنس مؤنث بر عهده داره، باعث تولید شیر میشه که باز هم در بحث مربوطیش بیشتر بالایش گپ میزنیم. پس شما در این قسمت هورمون هایی را دیدین که از قسمت پیش رویی غده نخامیه آزاد میشدن. دیدیم هورمون هایی که از قسمت غده نخامیه آزاد میشن هم مسئول رشد، نمو، انکشاف در بدن انسان ها هستن، هم بالای غده تایروید، غده فوق الکلیه تاثیر دارن، هم مسائل جنسی را به پیش میبرن، هم در جنس مؤنث باعث تولید شیر میشن. تمام اینها با وسیله هورمون های غده نخامیه صورت میگیره. اما در مورد قسمت عقبی غده نخامیه همراه یکدیگه تا حال گپ نزدیم، فقط گفته بودیم که قسمت عقبی غده نخامیه خودش هورمون تولید نمیکنه بلکه من حیث یک ذخیره گاه هورمون عمل میکنه.
کدام هورمون ها را ذخیره میکنه؟ دو نوع هورمون را قسمت عقبی در خود ذخیره میکنه که همراه یکدیگر نام هایش را نوشته میکنیم. هورمون اولی به نام اکسیتوسین یاد میشه. دوستای نازنینه میبینین اکسیتوسین. این هورمونی هست که مسئول انقباض عضلات لشم رحم هست در وقت ولادت. به جنس مؤنث خانم ها بسیار کمک میکنه تا ولادت آسانتر و بهتر را داشته باشن. و هورمون دوم به نام ADH انتی دیورتیک هورمون که به نام واسوپریسین هم یاد میشه. دوستای نازنینم، پس دو نوع هورمون هستن که از قسمت عقبی غده نخامیه آزاد میشن به نام اکسیتوسین و ADH یاد میشه که باز سر سلاید ها میره میگیم که این دو نوع هورمون ها چه وظایفی را در بدن به پیش میگیرن. پس تا این قسمت شما خوب فکرتان جمع بگیرین، تا اینجا یاد گرفتیم که غده نخامیه چند قسمت داره؟ آفرین به تمامتان. از دو قسمت یا دو بخش ساخته شده، قسمت پیش روی هست، قسمت عقبی هست. تعداد بسیار زیاد هورمون ها از قسمت پیش روی افراز میشن که ما نام هورمون ها را همراه یکدیگر نوشته کردیم و قسمت عقبی دو نوع هورمون را ذخیره میکنه که هر دو هورمون را نام هایش همراه یکدیگر یاد گرفتیم. حالا میریم به طرف اسلاید ها و دانه دانه هر هورمون را به صورت مشخص میخوانیم. دوستای نازنینم، شما در این تصویر چی را میبینین؟ آفرین به تمام شما. انکشاف کردن، رشد کردن یک انسان را از زمان خردی تا کلانی میبینین. ببینین دوستای نازنین، این رشد، این انکشاف مسئولیت هورمون رشد در بدن انسان هاست. هورمون رشد یکی از مهمترین هورمون هایی است که از قسمت پیش روی غده نخامیه آزاد میشه. هورمون رشد بالای استخوان ها، بالای غضروف، بالای عضلات، بالای حجرات و انساج مختلف، بالای قسمت های مختلف در بدن ما تأثیر میکنه، باعث میشه که این هورمون باعث میشه که عضلات، استخوان ها، تمام قسمت های مختلف رشد کنن و جسامتشان اضافه شوه. دوستان نازنین، در تصویر دیگه شما ببینین یک انسانی هست که در زمان طفولیتش هورمون رشد بیش از حد افراز شده. ببینین چقدر قدش کلان است، چقدر جسامتش کلانتر هست. بعضی از انسان ها جسامت های بسیار کلانی دارن، حتی قدشان ممکن است تا 2 متر، 2.5 متر و حتی بیشتر از او هم برسه. اینا ای به چه دلیل است؟ قد بسیار زیادی که پیدا میکنن، جسامت بسیار کلانی که پیدا میکنن، به خاطر زیاد افراز شدن هورمون رشد در زمان طفولیت آنهاست. این یک حالت غیر عادی است که به این شخص ها حالت غول‌پیکری را نام میمانند. میگن حالت غول‌پیکری یا حالت مثل دیو را پیدا میکنند که به نام جیگانتیزم یاد میشه. اما دوستان نازنین، در مقابل شما چی را میبینه در این تصویر؟ یک فردی هست که قدش کوتاه هست. اگر قد یک انسان از انسانهای نرمال قد اندازه بسیار کمتری را داشته باشه، فرد جسامت بسیار کوچکتری را داشته باشه، میگن دچار حالت قد بلستی هست. هورمون رشد در وقتی که در سنین طفولیت هستن بسیار کمتر افراز شده. پس ببینن هورمون رشد چقدر مهم است. اگر هورمون رشد به اندازه کافی در بدن انسان ها آزاد شوه، باعث میشه که انسان یک قد نرمال و قد به اندازه انسان های دیگر را داشته باشه، در قدش در محدوده طبیعی باشه. اما اگر هورمون رشد بیش از حد زیاد یا بیش از حد کم افراز شود، باعث میشه که قد انسان ها جسامتشان بیش از حد کلان یا بیش از اندازه خردتر شود که جز مشکلات صحی هست و این انسان ها در جامعه ممکن است بسیار زیاد رنج ببینند. و همین خاطر است که هورمون رشد برای اینکه سلامتی انسان ها حفظ شود، جسامتشان به اندازه نرمال باشه، بسیار مهم است. این شد از هورمون رشد. اما هورمون بعدی که باز هم از قسمت پیش روی غده نخامیه افراز میشه به نام پرولاکتین یاد میشه. دوستان نازنینم، پرولاکتین هم یکی از هورمون های بسیار مهم در جنس مؤنث هست، در زنان هست. باعث انکشاف غدوات شیری میشه در زمان حاملگی نزد جنس مؤنث یا حتی بعد از تولد طفل، باعث میشه که مادر بتونه به طفل خود شیر بده و شیر تولید شود در بدنش و طفل بتونه از شیر من حیث یک ماده
غذای بسیار مفید استفاده کنه و شما خود تمامتان خبر دارین که شیر مادر چقدر برای صحتمندی طفل مفید است و چقدر ارزشمند هست. پس هورمون دیگر که به نام پرولاکتین یاد میشد مسئول تولید شیر در جنس مؤنث هست. در مورد هورمون دیگر گپ میزنیم که به نام هورمون ترشح کننده تایروید یا TSH یا تایروید استیمولیتینگ هورمون یاد میشه. دوستان نازنین TSH به این تصویر خوب دقت کنین. TSH از غده نخامیه افراز میشه، میایه بالای غده تایروید تاثیر میکنه. غده تایروید چی است؟ یک غده دیگه سیستم اندوکراینی است که در زیر بکس صوتی که در حنجره مواقع است قرار داره، به دو طرف قصبه ریه هست. غده تایروید یک غده بسیار مهم است. هورمون هایی که افراز میکنه به نام T3 و T4 یاد میشه. خوب فکرتون رو بگیرین، T3 را به نام ترای آیودو تایرونین یاد میکنن و T4 را به نام تایروکسین یاد میکنن. این هورمون ها در ساختمان خود آیودین دارند. T3 3 اتم آیودین را دارد، T4 4 اتم آیودین را دارد و T3 و T4 در متابولیسم بدن بسیار کمک میکنند. دوستان نازنینم T3 و T4 در ای که فشار خون به صورت نرمالش حفظ شود، به خاطر ای که حرکات قلب ما در محدوده نرمالش باشه، برای فعالیت های هضمی، برای فعالیت های تکثری هورمون های غده تایروید بسیار مهم هستند. اگر هورمون های غده تایروید دچار مشکلات شوند، میتونن که بسیاری از بی‌نظمی های متابولیکی را در بدن انسان ها ایجاد کنند. طور مثال به این مثال بزنیم. شما افرادی را دیدین در خانه تان که خیلی زیاد عرق میکنن، دیدین؟ یا مثلا در مقابل گرمی حساسیت خیلی زیادی دارند، فشار خونشان بلند هست. اگر شما معلومات داشته باشین از بیولوژی صنف 12 تان، بیولوژی تان را به خوبی خوانده باشین، برشان پیشنهاد میکنین که شاید این مشکل از مشکل غده تایرویدت باشه، به خاطر اینکه عرق زیاد، حساسیت بیش از حد در مقابل حرارت، فشار بلند خون، تمامش میتونه از اثر زیاد شدن هورمون های غده تایروید ایجاد شود. دوستان نازنین یک مرض دیگه به نام جاغور هست. شنیدین تا بالیک مرض جاغور را؟ بله؟ اکثرتان شنیدین، شاید در اطرافتان دیده باشین که گلون شخص یک حالت پندیده را میگیره، قسمت پیش رویش پندیده است که میگن به مرض جاغور مبتلا شده. مرض جاغور اکثرا میتونه علتهای مختلفی داشته باشه. علتی که در کتابتان ذکر شده به علت کمبود آیودین هست. دوستان نازنین گفتیم که در هورمون های غده تایروید آیودین نقش بسیار مهمی را داره. اتم های آیودین در تشکیل ساختمان هورمون ها نقش دارن. اگر آیودین کمبود داشته باشه در بدن، ما آیودین به اندازه کافی نباشه، هورمون های غده تایروید به اندازه کافی تولید شده نمیتونه. غده تایروید ما مجبور است که سخت‌تر کار کنه، بیشتر کار کنه، جسامت خود را کلان کنه تا بتونه او کمبود هورمون ها را جبران کنه. به همون خاطر از غده تایروید سایزش کلان شده میره، اندازش کلان شده میره و میگن فرد به مرض جاغور مبتلا شده. تداویش چی است؟ این است که آیودین در بدن به اندازه نرمالش، در محدوده نرمالش نگهداری شود. آن به خاطر تداویش آمدن چی کردن؟ در نمک طعام آیودین را اضافه کردن، آیودین را بر رژیم غذای فرد اضافه میکنن تا آیودین وجودش کافی شود و مشکل غده تایرویدش حل شود. پس شما دیدین که یکی از هورمون های دیگه که به نام TSH یاد میشه، باز هم از قسمت پیش روی غده نخامیه آزاد میشه، بالای غده تایروید عمل میکنه تا هورمون های خود را که به خاطر متابولیسم بدن بسیار مهم هستند آزاد بسازند. هورمون مهمی دیگه به نام ادرینو کورتیکوتروپیک هورمون یاد میشه که این هورمون بالای غده فوق الکلیه تاثیر میمونه. شما در این تصویر کلیه را و غده فوق الکلیه را میبینین که خود غده فوق الکلیه هورمون های مختلفی را آزاد میکنه. یکی از این هورمون ها کورتیزول هست که باعث میشه که سطح گلوکوز خون ما در حالت نرمالش نگهداری شود و در شرایط حساس مثل شرایط هیجانی سطح گلوکوز در خون ما را افزایش میده و با شرایط محیطی مطابقت داده میشه.
دوستای نازنینم، هورمون های تحریک کننده فولیکل یا فولیکل استیمولیتینگ هورمون یا FSH و لوتینایزینگ هورمون یا LH را میبینه که این هورمون ها مربوط مسائل جنسی هستند. هورمون تحریک کننده فولیکل باعث میشه که فولیکل ها در جنس مؤنث در تخمدان ها بهتر پخته شوند، با آسانی پخته شوند، باعث فعال شدن غده های جنسی یعنی بیضه در مردان، تخمدار در زن ها میشه، گمیت های مذکر و مؤنث پخته شدنشان مربوط هورمون تحریک کننده فولیکل هست، اما در مقابلش لوتینایزینگ هورمون ها هستند که باعث میشن تخمه آزاد شوه یا دوستای نازنین هورمون ها از بیضه ها و از تخمدان ها آزاد شوه که آزاد شدن این هورمون ها مربوط ای دو لوتینایزینگ هورمون هست و ای دو هورمونی که ازش نام بردیم گفتیم که با مسائل جنسی در جنس مذکر و مؤنث در ارتباط هستند و باز هم یکی از فایده های دیگه غده نخامیه را همراه یکدیگه در این قسمت دیدیم. قسمت خلفی غده نخامیه را براتون تشریح کرده بودم، گفته بودم من حیث ذخیره‌گاه هستن دوستان نازنین، دو هورمون مهم را آزاد میکردن که به نام اکسیتوسین و ADH یاد میشد. ADH را به نام وازوپریسین هم یاد میکنیم. ADH هورمون ضد ادرار هست. به چه معنا؟ یعنی کوشش میکنه که مقدار ادرار در بدن انسان ها کمتر تولید شود و بیشتر جذب شود و آب اضافیش بیشتر در داخل بدن جذب شود و باعث میشه که بدن به کم آبی دچار نشود و رگ ها را هم تنگ میکنه، به همین خاطر به نام وازوپریسین یاد میشه. هورمون دیگه اکسیتوسین هست که در وقت ولادت زن ها باعث میشه که عضلات لشم رحم انقباض کنه. بعضی از زن هایی که در وقت ولادت دچار مشکل هستند، پیشکاری های اکسیتوسین به زن ها تزریق میشه تا ولادتشان آسان تر شود. دوستان نازنین، با عنوان کارخانگیتان جدولی که در کتابتان ذکر شده، تمام هورمون ها خلاصه نویسی شده و وظایفش پیش روش نوشته شده را میخوانین همراه یکدیگر و کوشش میکنین که در این باره معلوماتتان را کامل کنین، مشخصاتشان را حفظ کنین تا بتانین که از این درس فایده بسیار زیادی را برده باشین. هایپوتالاموس را گفتیم. هایپوتالاموس در قسمت بالای غده نخامیه قرار داره. وظیفش تنظیم هماهنگی فعالیت های سیستم عصبی و سیستم اندوکراین است. هایپوتالاموس یک ساختمان بسیار مهم در ساختمان مغزتان هست. ای که احساس گرسنگی، احساس تشنگی را بفهمین، ای که خوابتان منظم باشه دوستای نازنین، فشار خونتان به اندازه نرمالش حفظ شوه، درجه حرارت بدنتان به اندازه نرمالش حفظ شوه، یا ای که حالت سلوکی، حالت رفتاریتان به چه صورت باشه، یا مسائل جنسی، تمامش با وسیله هایپوتالاموس تنظیم میشه و یکی از ساختمان های بسیار مهم در بدنتان هست. دوستان نازنین، این بود از درس امروزی ما در مورد هایپوتالاموس و غده نخامیه. تمام هورمون های غده نخامیه را همراه یکدیگر گپ زدیم، در مورد وظایفشان گفتیم. امیدوارم از درس امروز ما لذت برده باشین. تا یک روز دیگه و یک برنامه دیگه شما رو به خدای پاک میسپارم. خدایا رو نگهدارتان.